بسم الله الرحمن الرحیم. 7 سال پیش از امروز دقیقا روزی بود که ما رفتیم به دفتر جناب افغانسر. اون روز اتفاق عجیب افتاد. اتفاقش البته بر ما خیلی قابل قدرم هست و تحول برانگیزم هست. قبلی که البته ما بریم به دفتر افغانسر، رشتیم و طب بود که اون زمان تازه از طریق کنکور به طب کامیاب شده بودیم، ولی در پهلویش تحقیقات ما روی آیات قرآن بود و روی آیات قرآن، چون در بحث تفسیر و ترجمه قرآن به اندازه دسترسی داشتیم، تحقیق می کردیم و ترجمه و تفسیر قرآن را پیش می بردیم. بعد یک تحقیقاتی ما داشتیم روی گراف های قرآن و چند مدلی بود از قرآن که ما تازه روی اونها کار کرده بودیم. رفتیم به دفتر افغان صاحب و میخواستیم با اونها دیدار بکنیم. قبل از رفتنم یک تماس گرفتیم و منشیشان گفتن حسن افغان صاحب بیاین. رفتیم که از بیرون من صدایشان شنیدم و فهمیدم که افغان صاحب حضور دارن. اونجا یک تعدادی از مهمان ها به حرفایشان گوش میداد و اونها یک مدل بزرگی بود در دفتر که نصب شده بود و او را تشریح میکردن. بعد من اون مدل هایی که کار کرده بودم میخواستم که افغان صاحب اینا را نمایش بچم و برشان بگویم که ما چنین کاری کردیم، ولی افغان صاحب فرصت حرف زدن بر ما نداد و بعد آغاز کرد و عمود تشریح مدل ها. همین شکلی که مدل ها را تشریح میکرد، من نشسته بودم روی یک چوکی اونجا و فقط با دقت تمام میخواستم که بفهمم که افغان صاحب چی میگه، چون سنمون واقعی فکر کنم 17 سال اینها بود. بعدش هم طوری شد که مهمان ها خداحافظی کردن رفتن و افغان صاحب توجهشان به ما شد که من بودم با یک دوستم. افغان صاحب برای من توجهشون گفت چی میخواین؟ گفتم هیچ افغان صاحب، فقط به دیدنتان آمدیم. خب کسایی که افغان صاحب نمی شناسن، البته اگرچه چهره مشهور هستن، در ابتدا بگویم که افغان صاحب یک افغانی هست که در رشته ریاضی به حد فیلسوفی هست و حالا لقب فیلسوفی را دارن که به عنوان فیلسوف جهان شناخته میشن و همچنان اینها در پهلوی ای که علم ریاضی را در روسیه در سالهای 1990 اینها تحصیل کردن، یک علمی کشف کردن به اسم علم ریاضی فلسفی. علم ریاضی فلسفی همو علمی هست که از کرکتر اعداد و فرکانس های اعداد و اینکه اعداد چگونه در جهان هستی ما بازی میکنن و چقدر اعداد رول دارن و همین شکل روی اعداد قرآن بیشتر کار میکردن که اعداد قرآن چگونه چیدمان شده و چگونه ای اعداد کنار هم قرار گرفته و نظم عددی قرآن را به نمایش میکشیدن و اینها. و در روسیه هم که میرفتن اونجا سیمینارها میداشتن یا هم در کشورهای دیگه مثل بلاروسیه و اینجاها در ترکیه، هر جا سیمینارهایشان می بود و من همیشه از طریق شبکه های اجتماعی نگاهشان می کردم. حالا شما می توانید ویدئویشان را در یوتیوب و فیسبوک و هر شبکه اجتماعی نگاه بکنین. بعد افغان صاحب اونجا در دفتر بر ما توجه کرد و من رو گفت چی می خواهید؟ گفتم چیزی نی. افغان صاحب فقط شما آمدم ببینم اتوانم و یک مقدار از کارهایی که ما کردیم روی مدل‌های قرآن می‌خواستم براتون نشان بدم. گفت چه کار کردیم؟ من یک مدل را باز کردم. اون وقت فقط روی یک ورق از این ورق‌های بزرگ او را کار کرده بودم با دست و او را باز کردم. افغان صاحب دید و گفت چی است داخل این مدل؟ برش تشریح کردم. بلافاصله افغان صاحب خیلی از این مدل خوشش آمد و گفت که خوب است، بیا که من یک چیز دیگر را برات نشان می‌دم. و یک مدلی بود که به نام نظم اعداد قرآن در مربعات و مکعبات یاد میشه. اون مدل خیلی بزرگ هست دیگه، تقریبا یک طول 12 تا 14 متر و یک عرض 2-3 متری داره. بسیار روی یک پارچه بزرگ چاپ شده و او رو
برای ما تشریح کرد و حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعت طول کشید تا این مدل را تشریح بکنم و در آخر مدل از ما سوال کرد و در حدی که تشریح میکرد از ما سوال میکرد و ما سوالاتش پاسخ میدادم و هر باری که سوالش پاسخ میدادم متعجب میشد، هر باری که سوالش پاسخ میدادم تشویق میکرد و متعجب تر میشد و در اخیرم گفت که این دفتر مال خودشان هست، بیاین کار بکنین، من همکاری میکنم همراهشان و اینها. و این اولین دیدار ما بود با افغان صاحب که ما دیدار کردیم و بعد رفتیم و چند وقت بعد دوباره آمدیم با افغان صاحب دیدار تقدیرنامی برای ما دادن و اینها تا بالاخره ما به مقام شاگردی ایشان رسیدیم و ای که فقط در نظم ادا، چون ما سابقه کار در روی آیات قرآن، معانی آیات و تحقیق روی آیات، ترجمه و تفسیر آیات داشتم، به خاطر بیشتر میتونستم درک بکنم که افغان صاحب واقعا که چی میخواید و چی میگه و به گفته خودشان روی پوش قرآن و روی اعداد قرآن تحقیق کرده بودن. اما چون در ریاضی هم یکم خوب بودم اون زمان، بالاخره تانستیم که افغان صاحب بیشتر کنار بیم، بیشتر حرفایشان را بفهمیم و گپ به جایی رسید بالاخره که ما را دفتر دادن و داخل دفترم ما اونجا یک دفتر داشتیم، کار میکردیم همه اکثرا روزها تا عصر و شام، وقتی که دانشگاه نمیبودیم اونجا میبودیم داخل دفتر. و با افغان صاحب در طول این تاریخ بسیار بسیار وقتها از دفترشان بیرون شدیم و بیرون ما کردن و رفتارهای عجیب غریب کردن همراهی ما تا همون ظرفیتی که میخواستن از ما ببینن در کل او ظرفیت را پیدا بکنه. ما ظرفیت داریم و میتونیم که شاگردیشان را بکنیم. واقعا من یک روز برشان گفتم افغان صاحب مرا اگر 10 بار بیرون کردین از دفتر، 10 بار دیگه هم بیرون بکنین، 100 بار دیگه هم بیرون بکنین، من به دنبال یک چیزی هستم که میخوام او را از پیشتان بگیرم و او علمی هست که شما دارین و او مدل هایی هست که کار کردیم و تا ایره نگیرم از پیشتان نمیرم. بعد رفته رفته خب کار میکردیم، حتی وقتهایی شد که ما 1 ماه 2 ماه تا 3 ماه در دفتر شبانه روز میبودیم و روی آیات تحقیق میکردیم. ما اکثر تحقیق های معنی آیات آموزه کار میکردیم اینها و در بخش اعداد و فرمول های ریاضیکی قرآن و در بخش مدل های قرآن و علم ریاضی فلسفی در کل واقعا افغان صاحب بی‌نظیر هست و دست بالایی داره. ما به عنوان شاگردشان که تانستیم در طول 7-8 سال کنارشان باشن واقعا برای ما قابل افتخار هست. ما امروز باز هم روی مدل ها و ریاضیات کار میکنیم، هنوز هم ما روی مسائل فیزیک ریاضی و اینها کار میکنیم، روی علوم از قرآن کار میکنیم، قسمی که ایزا خبر دارین شما. ولی یک الگوی بزرگ بوده، یک الگوی بزرگ بوده در زندگی ما، یک کسی بوده که واقعا شناختش یکم سخت هست و به همین دلیل بوده فکر بکنم که یک تعدادی از افغانها، البته قلیلی از افغانها، به نسبت های افغان صاحب را با الفاظ زشت و بد یاد میکنن و چیزهایی برشان میگن که من بعضی اوقات میگوستیم افغان صاحب حق دارن مردم بگوین، اگر مردم دشنام هم میچن حق دارن. بعد میگفت چرا؟ میگفتم به خاطر ای که چیزی که خودت میگی برای مردم عام نیست، چیزی که خودت میگی در بحث ریاضی تو رفتی یک علم را کشف کردی و آمدی به مردم یک علم بزرگ را تقدیم کردی و این علم یک چیز ساده نیست، تا کسی که حداقل به حد ماستری و دکترا در ریاضی نباشه نمیفهمه تو چی میگی، یا یک کسی حداقل در بحث قرآن به حد تحقیق نرسیده باشه که از قرآن آگاهی مورد نیاز را داشته باشه نمیفهمه چی میگی. و گفت واقعیت هست. بعد ما را به عنوان ای که بگذارین یک ویدیو هم هست من نشانشان بتوام که کارهای ما البته داخل دفتر بود. دکتر سلواسی جانب افتای خلاص اصل توازی مکتب یا افتای مکتب بود تنیجا نامد سوال بسیار بلند فلسفه میکرد و از اکرامات کار کرد دیدن که بچه داغمش کلمی نابغه هنم جا کار بکنم اون بچه فاکولتر سلواسی شد
نظرم میفهمم که ما سعی شما دارم. بیشتر. بیشتر شما نمی‌دانم. آن 114 سوره داریم. 558 رکوع. 6236 آیه. 77820 کلمه. 105684 نقطه. و 33123 حرف. خب ایزا افغان صاحب مهمو شکلی که ایدین بر ما میشن آقا خطاب میکرد و ای که ما را به عنوان ای که یک نابغه ریاضی هست و یک نابغه در بخش علوم قرآن هست همیشه ستایش میکرد و قابل قدر هست ای واقعا بر ما. و بعد از ای ویدئویی که شما دیدین قریب به فکر بکنم دو سال پیش هست که اونا اون زمان افغانستان تشریف داشتن و ما هم افغانستان بودیم و تازه وقتی قرآن نازل میشه جهان هستی در یک توافق قرار میگیره، در یک نظم قرار میگیره جهان هستی و این نظمی که جهان هستی در رو قرار میگیره توسط حرکات انسان ها، توسط افکار انسان ها، توسط ذهنیت های انسان ها و توسط عبادت انسان ها، توسط ارتباط انسان ها با جهان هستی و قلبشان ای تنظیم شده. خب این زمانی بود که قریب به دو سال پیش بعد از اینکه افغان صاحب فرض بکنیم ما داخل دفتر بودیم تعداد زیاد از رسانه ها می آمد و ما به عنوان شاگرد اولشان اکثریت مصاحبه ها را داشتم و اکثریت مدل هایی که افغان صاحب داشتن را ما تشریح کردیم و به نشر گذاشتیم و که خیلی از رسانه ها اون زمان ما مصاحبه می کردیم و اینها. خلاصه ای که واقعیت که یکم شاید که مردم به مقابل افغان صاحب کم آوردن و او چیزی که باید استفاده می کردن از افغان صاحب متاسفانه استفاده را نکردن و ای که زحمت کشید بنام افغانستان یک علمی را در دنیا ثبت کرد، ای واقعا قابل ارزش هست و همیشه میگفتن هر وقت من پیر بشم و از این مقام بخوام استعفا بتوام خودت جاگزینم هستی و کسی هستی که میتونی این راه را ادامه بیتی. و متاسفانه در افغانستان هم یک جهات مشکلاتی پیش آمد که ما نتونستیم دیگه دفتر فعالیت بکنیم اینها. خب در کل داستان ما تا به جایی رسید که ما دوباره آغاز به فعالیت های بیشتر کردیم و الان که شما میبینین داخل یوتیوب ما اکثرا اعجاز علمی قرآن را، اعجاز عددی قرآن را و بخش تفسیر علمی قرآن را که بخش اول خود ما بود قبل از اینکه روی اعداد کار بکنیم و اینها البته کار میکنیم و بلطف الله متعال هست و این واقعا قابل افتخار هست، قابل افتخار هست که چون این دانشمندی ما در افغانستان داشته باشیم و مردم باید قدرش را بیشتر و بیشتر بفهمن، مردم باید بیشتر حمایت بکنن از چون این کسانی که واقعا میخواین به دنیا یک چیزی را نشان بشن، واقعا میخواین که مردم از یک چیزی مستفید بشن. الان هم که افغان صاحب خارج از افغانستان هستن ولی فعالیت هایشان ادامه داره، سیمینار هایشان در کشورهای مختلف ادامه داره و ما همیشه در کانتکت هستیم، روی تحقیقات علمی جدید بلطف الله متعال کار میکنیم و امیدوار هستیم به روزی که این حقیقات بتونه یک ارزش خیلی خیلی بزرگ به مردم آفرینش داشته باشه و مردم را بتونه از مسائل بسیار بسیار بزرگ و با اهمیت آگاهی بچه و آگاه بسازه. و کار ما فقط آگاهی مردم هست، کار ما این هست که مردم را از علومی که نیاز هست، از چیزهایی که از پیش چشم و پنهان مانده چه در بحث قرآن باشه، چی در بحث ریاضیات باشه، فیزیک باشه و اینها و ارتباطاتشان و علوم معاصر، میخواییم که آگاهی بتیم، کلن به یک آگاهی مردم برسه تا بتونیم از این طریق خدمت کرده باشیم. و خیلی سوال میکنن چرا افغان صاحب افغانستان یک کشف نداشته؟ ببینید افغان صاحب بخشش کشف نبوده، بحث از او بحث علم بوده، او رفته در بحث علم و در رشته علمی تخصصی
به یک جای خود را رسانده. کسی را که شما کاشف میگین یا مختری میگین که چیز را بیان کشف بکنن، او بخش افغان صاحب نبوده، افغان صاحب در او بخش تحصیل نکرده. بنابراین این هست که او بخششان که ریاضیات بوده، در ریاضیات الحمدلله در جهان دست اول را دارن، قابل افتخار هستن و فرمول های زیادی هست امروز در دنیا که از اونها استفاده میشه، تحقیقاتشان، کتابهایشان و مسائل زیادی هست که دنیا از او استفاده میکنه. ما هم انشالله که قدم اول را قبلا گذاشته بودیم، قدم های بعدی را الان میگذاریم با امیدی که بتونیم بیشتر و بیشتر در این بخش فعالیت داشته باشیم، خصوصا در بخش قرآن، در بخش علوم قرآن. و به عنوان یک حقیقت واقعی میخوام در آخر این را براتون بگویم که افغان صاحب واقعا حقیقت‌های پشت پردیش بوده که شبانه روز کار می‌کرد، خواب نداشت، اکثر ما شب در دفتر می‌بودیم و همه هم و غمش این بود که بتونه یک چیز کشف داشته باشه، بتونه یک چیز به مردم جدید ارائه بده، بتونه در سمینارها موفق ظاهر شود، بتونه در سمینارها نام افغانستان و نام اسلام را بلند بکنه که بارها و بارها این کار را کرده. حتی تعداد زیادی از دانشمندان توسطشان به اسلام دعوت شدن و اسلام را پذیرفتن. این دستاوردها خیلی بزرگ هست، خیلی خیلی با عظمت هست و امروزی دستاوردها میتونه که بر ما تاریخ ساز باشه. امیدوار هستم قدر این زحمات افغانسای و تمام اعضا و دانشمندایی که در این بخش کار میکنن و به عنوان یک محقق کوچک به عنوان اولین بار در سن 21 سالگی ما تفسیر قرآن را شروع کردیم به تدریس کردن، که اون زمان علما لقب کوچکترین مفسر قرآن را بر ما دادن، ولی متاسفانه افغانستان شرایطی داره که ما نمیتونیم در دنیا خود را زودتر نمایش بچیم. با کمک و همکاری همه اعضا و ای که ما بتونیم بیشتر مظهر خدمت باشیم و به دنیا واقعا ثابت بکنیم، اولی که اسلام حرف اول را میزنه و دوم هم ای که افغانستان کم نیست، افغانستان نابغه ها، دانشمندان و کسانی داره که میتونه با دنیا مبارزه بکنه و در صف اول قرار بگیره. با امید پیروزی های بیشتر ما به امروز، موفقیت های بیشتر، با امید این که ما در جهان روز حرف اول رو بزنیم. از حمایت هایتان سپاسگزار، همیشه حمایت کردین، لطف کردین، قابل ستایش هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.